آن کسی که می آید و بشریت را، نه فقط مسلمانان را، نه فقط شیعیان و پیروان اهل بیت را، بشریت را از ظلم و ستم نجات می دهد. یک سری از این روایات رو آوردند، چند روایت جعلی هم در کنارش گذاشتند و به مردم گفتند که مهدی موعود همین محمد ابن عبدالله است. افراد بسیاری به او گرویستند. پشت پرده و اهداف اینجور افراد جمع کردن مرید و قدرت هستش که الان مشابه اینا رو در کشورهای اسلامی میبینیم. نمونهش این شخص مشهور همه میشناسنش که در ایران هستش و میاد از دجال و نمیدونم فراماسونری حرف میزنه. ترفندش هم اینه که حرفای درست زیادی میزنه و داخل حرفاش چرندیات و شبهه وارد میکنه. حالا سعی میکنیم با تمسک به خدا، خدا و اهل بیت این راه صحیح رو پیدا کنیم و در این مسیر باشیم. در آخر الزمان شخصی صبح با ایمان از خانه خارج می شود، شب بدون دین و ایمان باز می گردد به خانه. اینجا ببینید امام صادق علیه السلام می فرماید لتزول منه الجبال، یعنی لتزول منه قلوب و رجال. رجال نه مردم عادی، اونهایی که ایمان استواری هم دارند در خطر هستند. پشت پرده اهداف و افکار این چنین انسانایی است که اول میخوان که دین مبین اسلام ضعیف بسازن و در قدم دوم میخوان که افکار مردم را در قسمت وجود خدا خیلی خرد و بی‌ارزش بسازن. اما نمیفهمم که خدا بی‌ارزش میسازن. اهداف این افراد هم ریاست طلبی بین مردم یا محبوبیت خود را بیشتر بین مردم بکنن، یعنی بحث شهرت و بحث ثروت و بحث این چیزا میشن. علت اصلی تأثیرگذاری و رشد مدعیان دروغین مهدویت جهل مردم است. مثلا جهل و ناآگاهی های مردم ایران در زمان قاجاریه یکی از مهمترین علل گرایش عده‌ای به علی محمد باب بود. در این بین نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و فقر شدید مردم بستر مناسبی برای طرح این گونه ادعاها و گرایش شدید مردم فراهم می سازد. بعضی ها متاسفانه حتی قرائت صحیح قرآن را بلد نیستند ولی خود را مهدی معرفی کردند، در صورتی که آن بزرگوار قرآن ناطق هستند و السلام علیک یا شریک القرآن به این موضوع اشاره می کند. دیرگاهی است در ظلمت بی فردای این روزگار زمین در انتظار است تا کسی بیاید که کس باشد و تا مردمان با نگاهی در او کس را از ناکس باز شناسند. امروز که آدمیان صداقت را به زیر آوار فراموشی ها از یاد برده اند، حالا که خاک از خون سرخ عدالت گلگون است، زمین در حسرت یک مرد می سوزد.